سلام دوستان عزیز، اندیشمن هستم. در این ویدیو خواستم در مورد از این حرف بزنم که چگونه کارها و مسائل زندگی را بیش از حد جدی نگیریم و بتونیم اونا را هر کاری که باشه از پس از اونا بر بیاییم، هر کار یا هر مسئولیتی که به دوش ما گذاشته میشه از پس از او بر بیاییم و او را به راحتی انجام بدیم. اگر میخواییم که بدانیم چگونه، بریم دوستان ویدیو را تا آخر تماشا کنیم. ما کارهایی داریم در جریان روزمره یا در زندگی خود، کارها یا وظایفی داریم که اونا رو باید انجام بدیم، چی مثل از اینکه سر کار بریم یا درس بخونیم، کار خانگی خود انجام بدیم یا اینکه آماده شیم برای یک مسابقه یا کار اگه پیش رو داریم. خیلی اورا تمام زندگی خود میگریم و فکر نمیکنیم که بگذره و بسیار یعنی یا اورا سخت میگریم، بسیار یعنی کمی استرس داریم به مثال ساده شی. ولی اگر ما قرار این رقم نبینیم، هر مسابقه باشه یا هر چیزی که پیش روی شما هیجان داری یا استرس دارین، اینطور فکر کنین که مثلا اگر هفته بعد است، فکر کنین که هفته بعدیش هم این آمده نیست، فکر کنین که شما در یک هفته تیر شده نزود هفته دیگه شستین. یعنی هر کار در دنیا که بوده همینطور ماشی مگذاریم. مثلا اگر ای در ای ده یا ای حرف برای شما قبول نشود، فکر کنین در گذشته هایتان. در گذشته هم مثلا کارهایی بوده یا موارد سختی بوده که ما میخواستیم را انجام بدیم، یعنی هیجان داشتیم، استرس داشتیم، مثل از اینکه در یک مسابقه شرکت کنیم یا مثل از اینکه مثلا در یک مسئولیتی، فرضاً اگر ما در یک قرار در یک سیمینار یا در یک جایی که سخنرانی هسته اونجا شرکت کنیم، مثلا مسئولیت مجریگری برای اولین بار به دوش ما است و ما بسیار یعنی هم هیجان داریم هم استرس داریم که مثلا اشتباه نکنیم، چطور اونجا مثلا انجام بدیم، چطور هر چی در طی مراحل در زمان درست انجام بدیم که اشتباه نشه. در طول از این وقت که ما منتظر زمان هستیم هیجان داریم. ولی اگر فکر کنیم همونطور که ما در گذشته همونطور کارهایی داشتیم که هیجان و استرس داشتیم، اونا گذشت و رفت، ولی نه استرسی داریم نه هیچ فکری درباره اونا نداریم. پس داینده هم هر چیزی که پیش رو داریم میتونه مثل اون مثالای گذشته باشه که ما هر چقدر کاری که در دنیا هسته، مثل آماده گرفتن در مسابقه، مثل مثلا مجری شدن در یک برنامه، در یک انجمن، یک جایی، هر کدام از اونا فکر کنین که یک هفته یا یک سال از اون گذشت، هیچ چیزی دیگه هیجان نداره. ولی خوبیش هر چیزی که ما هر وقت خود چلنج میدیم، هر وقت خود به او طور شرایطا میکشیم، او یک لیول ظرفیت یا توانایی ما رو بالا میبره. ولی خیلی از ماها یا بسیار از ماها وقتی که مثلا یک همچین چیز رو پیش رو داریم، دیگه کارهای جزئی رو انجام نمیدیم، تمرکز به سر دیگه کارها نداریم، فقط منتظر ازیم که بیای. ولی وقتی که یک چیز بیش از حد آدم استرس داری یا بیش از حد هیجان داری درباره ازو، هم امکان داره خوب پیش نروه. هر چیز به حدی کافی شی، اما قدر که آدم یک کمی هیجان هم داشته باشی، زیاد بی خیال هم نباشی و این که زیاد هم یعنی اوبر هیجان یا بیش از اندازه هم هیجان نداشته باشی، یعنی خیلی بی خیال هم نباشی، که در حد وسط از این میتونه یک کمی انرژی داشته باشه و یک کمی استرسگ و انرژی میتونه بسیار رو برنامه یا مو کار بسیار به صورتی یا اگر امتحان باشه بسیار به شکل درست چه انجام بدیم. ولی ما کارا رو وقتی که سنگین شمار میکنیم، بسیار یک چیزی کلان میگریم، از فکر نمیکنیم که او بگذره، او وقت است که از دیگه کارهای خود، از دیگه مواردها دست میکشیم، دیگه کارها و دیگه مواردهای زندگی خود انجام نمیدیم، این که است خیلی در دیگه جنبه های زندگی خود پس میمانیم. فرضاً اگر ما رفت آمادگی یک مسابقه رو میخواییم بگیریم، دیگه مثلا کارهای خانگی اگه برای مکتب است اونا رو انجام نمیدیم، یا مثلا اگر قرار است که بریم یک جای یک کسی دیگه ای رو ملاقات کنیم، در پشت از نمیگردیم و این است که ما خیلی از یک جنبه کم پیشرفت میکنیم و از جنبه دیگه خیلی پس میمونیم. و وقت بازم که یک عادت داریم که یک مسابقه یا یک کار سخت داره که پشت سر گذراندیم، او وقت است که تا یک هفته یا دو هفته هر چقدر نظر به ارزش یا سنگینی از کار، اگر خیلی سنگین و خیلی سخت باشه مثل آماده گرفتن برای کنکور و اینا، ما دو سال یک سال هم هیجان و استرس داریم مثلا که ما در او امتحان و اینا برسیم، دیگه هیچ کار و هیچ چیزی از زندگی رو پوچی نمیگردیم. و این دو سال هم که سپری مونیم از اون که مگذاریم یا موفق یا ناکام هر چیزی، بالاخره بعد از او یک سال دو سال دیگر ما میرم هم ترو وقت خوره لیکی تیر مونیم، یعنی یک رقم انرژی یک رقم انگیزه از او کار خود داریم، یعنی گویا تجلیل از او میکنیم، نه اینکه تجلیل عملی، در ذهن خو مثلا بعد از اینکه امتحان و کار سخت را سپری کردیم،
دیگه مثلا دیگه درس جدی نمیخونیم یا مثلا دیگه برای آمادگی دیگه هم نمیگیریم، فکر میکنیم که اما یک چیز عالی رو انجام دادیم و بسیار نمیفهم خود خود یک جایگاه بلند میبینیم. اگر ما هر چیز زیاد ارزش بالا ندیم برشه، ما قدر هر چیز به اندازه شی و هر چیز فکر کنیم که اینا میگذره، هم پیش از او کار ما میتونیم بسیار کارهای مواردهای دیگه زندگی خود پیش ببریم و هم ای که استریش بیش از حد نداشته باشیم و هم ای که بعد از او کار ای که او کار یا او زمان گذراندیم سپری کردیم زیاد وقت خالی ما بعد از او زیاد نباشه. یک ضرر کلان را که ما میکنیم وقتی که آمادگی برای یک مسابقه میگیریم یا آمادگی برای کنکور میگیریم یا آمادگی برای هر چیزی که مثلا یک مجری باشیم، پیش از او ای که ما خیلی تلاش میکنیم، کار میکنیم، تمرکز میکنیم، این بسیار عالی، ولی وقتی که بیش از اندازه میگیریم بعد از او که او امتحان یا او چیز گذشت که او وقت است که ما هفته ها یا ماه ها تا دیگه هیچ کار دیگه ای نمیکنیم، هیچ انگیزه برای کار دیگه نداریم، خوشحال از کار گذشته هستیم که خوشحال بودن تجلیل کردن از گذشت، از موفقیت های گذشتیم و بسیار عالیه برای از ما انگیزه میده، ولی اشتباه از اینجا میشه که ما دیگه کاری نمیکنیم تا خیلی وقت ها رو و این باعث میشه که ما خیلی پس بمونیم از دیگه جنبه های زندگی خو، از دیگه موارد زندگی خو و او پس ماندن ضرر میزنه برای امتحان بعدی، برای کار بعدی از ما. اگر ما هر چیز از این خود ساده و سبک بگیرم، هم قبل از زیاد استرس ندارم و هم بعد از زیاد وقت فراغت زیاد ندارم. هر کدام از ما این مثال از زندگی خود داریم. اگر شما فکر کنید در گذشته هایتان یا زمانی بوده که آمادگی برای یک امتحان میگرفتی یا زمانی بوده که آمادگی برای یک مسابقه میگرفتی، چقدر استرس داشتی، چقدر وقت خوریشتی، ولی بعد از اون چقدر وقت خود هدر دادی. پس امی وقت هدر دادن میتونه او موفقیت ما را بخوره یا او موفقیت ما را به مثلا ارزش شره یا جایگاه شره بیت پایین بره، بخاطر که از این سر ما را یک درجه وقتی که ما خود رو با چیزهای سخت چلنج بدیم توانایی ما یک درجه بالا مره، ولی وقت از این بعد از این که ما وقتهای خودم طوری سپری کردیم به خوشحالی از این که ما این موفقیت به دست آوردیم، او وقت است که او سکوت میکنه. پس موفقیت یا پیشرفت در زندگی مثل از این، مثل این یکی یک آب فرض کنیم یخ بزن، مگر آب ما کوشش کنیم مثلا در یک جای بگذاریم که درجه دماش درجه سردیش یعنی پایین تر بره، یعنی بالاتر بره، او آب یخ میزنه، ولی بعد از اینکه به یک مقدار یخ زدم خوشحال شیم که نقدر یخ زدیم دیگه زیر شیله کنیم و گرم شود، دوباره یک مدت زمان زیاد اگه بگذاریم و دوباره یخ شاو میشه. موفقیت عین چیزه، اگر ما او را از اول در ذهن سبوک بگیریم، اولا برای از ما زیاد استرس نمیده، آمادگی رو به اندازه مناسب میگیریم و همچنین در وقت راه کردن از اون مطلب یا مسابقه یا هر چیزی که باشه هم درست عمل میکنیم و هم بعد از او که او رو پشت سر گذراندیم، شاید یک مثلا در اگر موفقیتی یا چیزی کمتری بود به حد یک ساعت دو ساعتی، ولی اگر به مثلا مثل آمادگی کنکور اینایی به حد یک هفته یا نهایتا یک ماهی برای خود وقت میدیم که یعنی تعطیل باشیم یا فراغت لذت ببریم از اینقدر دستاورد که داشتیم و بعد یک ماه یا مثلا یک هفته دوباره ادامه بدیم به مو تلاش، به مو پشت کار خواه، همونطور با قدرت که او موفقیت ما را هنوزم برای موفقیت ما اضافه میکنه که ما بیشتر و بیشتر پیشرفت میکنیم، ولی اگر بیش از حد برای خود وقت دادیم او هسته که موفقیت ما، اگر آمادگی برای کنکور گرفتیم مثلا دو سال، اگر تو برای خود بعد از کنکور مثلا از این که تا نتیجه تو سال دیگه معلوم شه یا سال دیگه معلوم شه تو این قدر وقت بگذاریش کار نکنی، وقت هست که خیلی چیز ها زیاد تو میره، خیلی زمان و شرایط از دست میدی و اوی انرژی که در جریان آمادگی گرفتی، وقت که آدم روی یک چیز تمرکز داری کار میکنی بسیار انرژی میگیری، بسیار انگیزه میگیری و وقت که زمان فراغت برای خود میدی اوی انرژی یا او انگیزه را از دست میدی و او وقت است که بخوای دوباره شروع کنی، تا اینکه دوباره به او انرژی، به او فکر، به او تمرکز قرار بگیری یک سال برای خود فراغت دادی، تا یک سال یک و نیم سال دیگر تا تو دوباره به او انرژی، به انگیزه بیایی چقدر پس میمانی. ولی طریق دیگه ایشی ای که اگر او موفقیت پشت سر گذراندی دوباره همونتر با انرژی و با انگیزه هستی، بعد یک روز یا یک هفته دوباره ادامه بدی همونتر. وقتی که کار میکنی موفقیت تو بسیار زود پیش میرسی. ما زندگی فرصت زیادی نداریم در زندگی، درسته ما هر کدام ما شاید حداقل چی 50 سال 60 سال یا 70 سال شاید کم و زیادتر عمر میکنیم، ولی این عمر بسیار زود میگذره، زمان ما بسیار کوتاه است، پس بهتر است که ما تلاش خود در یک حدی مثلا
در یک زمان همونطور پشت سر هم ادامه بدیم که زود به یک جایگاه دلخواه به زندگی که میخواییم یا به موقعیت مالی که میخواییم یا به هر شرایطی که میخواییم زود برسیم. بنابراین ما نیاز نداریم که تا آخر عمر خود رو قدر تلاش کنیم تا به اونجا برسیم. بهتره که ما وقتی به یک موفقیت، به یک شرایطی با انرژی یک دفعی که میرسیم، هم زندگی برای از ما لذت بیشتر داره و هم این که تو با انرژی در اونجا میرسی از موفقیت خوب بیشتر لذت میبری، تا اینکه مقطعی باشه یک آمادگی میگیریم برای یک کار بسیار تمرکز میکنیم، او را انجام میدیم، باز یک مدت زمان بسیار وقتهای مثلا بیفایده ایده ای میان داریم، یکی انرژی ما کم میشه، کم انگیزه میشیم، باز تا آمادگی بگیریم بسیار طول میکشه. فرق موفق شدن انسان ها، یکی از فرقای بزرگ موفقیت شدن انسان هایی که زود موفق میشه و انسان هایی که دیر موفق میشه یا نمیشه، این منجی است که بسیار یک چیز مخفی است که اکثریت ما ایره نمیدونیم که واقعا همچون چیزی است. اگر از این آگاه شیم و این می نقطه را بدانیم که اینمی وقت که بعد از موفقیت ما سپری میکنیم، این بسیار یک وقتی است که بسیار همه موفقیت های ما را مکشه یا همه موفقیت های گذشته ما را از بین میبره یا کمرنگ مونه. اگر بدانیم ارزش از این وقت، وقت است که از این وقت خود، از این انرژی خود استفاده میکنیم، دوباره ادامه میدیم. در مثال هایی که زدم، هر کار رد تا اگه امتحان است، مسابقه است، هم تو آمادگی میگیری، انرژی تو خیلی بالایه، او رو پشت سر گذارندی، فرداشی یا پس فرداش دوباره دست به کارشو بری، هدفی بعدی. در زندگی، در کل زندگی امینیم تره. هر وقتی که ما همیشه هم هدف داریم، یک هدف داریم که مثلا برم در کنکور موفق شم، در فلان جای برسیم، یا هدف داری که بتونی کسب و کار شخصی خود را اندازی، یا هدف داری که مثلا بتونی اینی کار بگیری، آمادگی بسیار میگیریم، ما انرژی داریم و وقتی که او هدف را دست آوردیم، نباید بیشینیم وقت خود دیگه سپری کنیم که دیگه چی بیرسه. اگر ما این وقت بگذاریم بعد از او، همی که انرژی ما کم میشه، همی که تمرکز ما از دست میره و همی که وقتی آدم بیکار میمونی، فکرای بعد و راه ها و چیزهای در سر راه آدم میاد که آدم از مسیر دور میکنه تا که دوباره به مسیر بر بگردی، خیلی زمان زیاد را میگیره. ولی اگر همون ترکی بعد از اون ادامه بدی و وقتی یه هدف به دست آوردی، هدف بعدی یا قدم بعدی رو مشخص کن، هدف بعدی، قدم بعدی. وقتی که آدم قدم به قدم پیش میری، هم زندگی برای آدم لذت داره و هم یکی موفقیت ها پشت سر هم میاد زندگی آدم و آدم بسیار میتونی در تمام زندگی خوب با انرژی، با انگیزه و با جرأت حرکت کنی و موفقیت های پشت سر هم به دست بیاری، بسیار به زمانی کوتاه و بسیار با خوشی و راحتی. ای بسیار یک رمزی یا یک مثلا یک چیزی مخفی است که اکثریت ما درد نمیکنیم و خواستم دوستان این نکته بسیار ساده در عین حال بسیار اساسی رو با شما در این ویدیو در میان بگذارم. اگر تا آخر تماشا کردین تشکری میکنم. اگر سوال چیزی داشتین میتونید به کامنت بگذارین. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند میسپارم و اگر از این ویدیو خوشتون اومد دوستان، ویدیو ما رو هم لایک کنین و چینل ما رو سابسکرایب کنین. در این چینل ما هدف دارم که مثلا چیزی که ما در جریان زندگی می آموزیم، چیزهایی را که مثلا تجربه می کنیم با شما در میان بگذارم. بخاطر آدم هر چیز را که یاد می گیره، انسانهای دیگه است که یک مرحله از آدم پستر است یا انسانهای است که او تجربه را نداره. وقتی که آدم تجربیات دیگر را می شنوی، وقتی یک چیزی دیگر را می شنوی، بدون از اینکه یک اشتباه را بکنی، دیگه او را اشتباه را نمیری. پس بهتر است که وقتی ما عمر کوتاه داریم، از تجربیات دیگران بیاموزیم، از گفته ها یا از راه هایی که دیگران اشتباه کرده، از او را خودداری کنیم، صاف از راه سالم و درست بریم. اگر ما از تجربیات دیگران، از موارد خوبی که دیگران میگه، از اونها استفاده کنیم، میتونم موفقیت مو یعنی سرعت چی، پیشرفت چی چندین برابر شوه و در عین حال که خطاها را حذف میکنیم، فقط خطاها را حذف میکنیم، موفقیت ها را مر. مثل ازی است که یک نفر یک راه یا یک مسیر بره، اشتباه کنه، باز پس تا بخوره بیاید، دوباره ادامه بده، از راه مستقیم باز اشتباه بره، باز پس بیاید ادامه بده. و اگر شما وقتی او در مسیر آخر میرسه، اگر حرفای از رو گوش کنی، او میگه مستقیم بیا، اینی راه ها را نرو، او وقت است که شما میتونید بسیار به زمان کم میره. اگر او نفر در 2 ساعت تانسته به او آخر برسه، شما میتونین در 1 ساعت به او آخر برسین، چون او نفر خیلی اشتباه رفته، پس آمده دوباره ادامه داده. ولی اگر حرفایش رو گوش نکنین، تجربیاتش رو استفاده نکنین، شما میرین به اشتباه، میرین پس میایین، یک اشتباه رو شاید تیر کنین، به اشتباه دیگه میرین پس میایین. شما او وقت است شاید که در 1.5 ساعت برسین یا شاید در 2 ساعت برسین، ولی اگر حرف زور از تجربیاتش استفاده کنین، میتونین در ظرف 1 ساعت برسین. پس چرا آدم بهتر نیست که از تجربیات دیگران استفاده کنی؟ موفق باشین. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند می سپارم. خدا یارتان.